زمانی که به آسمان شب نگاه می‌کنیم، یک سوال در ذهنمان شکل می‌گیرد. آیا موجوداتی در آن بیرون هست؟ موجوداتی که الان دارند به سمت ما نگاه می‌کنند؟ ظاهراً همه جا خالی است. کهکشان ساکت است و تا حالا نشانی از آنها در آن بیرون پیدا نکردیم. اما جستجو به دنبال موجودات فرازمینی تازه شروع شده است. الان حتی ممکن است در منظومه خودمان حیات وجود داشته باشد، حتی در نقاطی که باور کردنی نیستند، مثل قمر یخزده مشتری اروپا و قمر مه آلود زحل تایتان. اما آیا در منظومه های دیگر حیات می تواند وجود داشته باشد؟ مکان هایی که زیاد از ما دور نیستند که بشود یک روز به آنجا رفت؟ ظاهرا در کنار دستمان یک سیاره با همین ویژگی ها هست، سیاره هم‌اندازی زمین که به دور یکی از نزدیکترین ستاره‌ها به خورشید می‌چرخد. سیاره پراکسیما سنتوری B. آن ممکن است با طوفان‌های ستاره‌ای میزبان سوخته باشد، اما هنوز هم می‌تواند یک دنیای واقعی باشد، یک هدف مطمئن برای جستجو به دنبال حیات. حالا بیایید خودمان با آنجا برویم، خودمان با آنجا سفر کنیم و ببینیم که چه در انتظار ماست. امیدوارم از دیدن ویدیو لذت ببرید. بنابراین حتما ویدیو را لایک کنید و از محصولات دیدن بفرمایید. ستاره پراکسیما سنتوری یکی از سه ستاره موجود در این سیستم است. دوتای دیگر آلفا سنتوری آ و آلفا سنتوری ب هستند. آنها هم اندازه خورشید هستند. در واقع هم خانواده خورشید هستند. به دور هم میچرخند، آن هم با فاصله بسیار کم. اما ستاره پراکسیما سنتوری دور افتاده ترین، پیرترین، کوچکترین و سردترین این گروه است. آنقدر کم نور است که با تلسکوپ های بسیار قدرتمند می شود آن را دید. این نزدیکترین به خورشید است، با فاصله 4.2 سال نوری. در اطراف آن سه سیاره پیدا شده است، البته شاید بیشتر باشد. یکی از آنها مثل زمین در محدوده قابل سکونت قرار گرفتی و امیدهای زیادی به آن هست. اینجا آب می تواند به شکل مایع وجود داشته باشد. اسم آن سیاره پراکسیمای ب است. در سال 2016 کشف شد. یک کشف بسیار بزرگ، چون درست بر روی خط حیات قرار گرفته است و حتی در اندازه و در جرم درست مثل زمین است که به آن دنیای سنگی شکل زمین می گویند. امیدها بر این است که یک اتمسفر شکل زمین داشته باشد و همچنین عنصرها و ویژگی‌های موجود در زمین و حتی حیات روی زمین. اما زمانی که تحقیقات بیشتری انجام شد، فهمیدیم که علارغم اندازه و مشخصات شکل زمین، یک گذشته و آینده بسیار متفاوت دارد. ستاره میزبان یک کوتوله سرخ است که تنها 14% خورشید است و بسیار سردتر. این ویژگی ها باعث می شود تا محدوده قابل سکونت خیلی نزدیکتر به ستار باشد، تقریباً 20 برابر نزدیکتر از زمین به خورشید، و بدین صورت یک سال آن 11 روز زمینی می شود. شاید فکر کنید که ستاره کوچکتر جنب جوش کمتر، اما اشتباه است. ستاره های کوتوله سرخ شعله های منظومه بسیار بزرگتری می سازند نسبت به خورشید، چون هسته آنها خیلی به پوست نزدیک است و همین باعث جوش و خروج وحشتناک در صد این ستارگان می شود و یک میدان مغناطیسی درهم و برهم و پرقدرت را می سازد. این میدان مغناطیسی انفجارات عظیم و جسه رادیویی را تولید می کند و هر چیز اطراف را تو خالی می کند، من جمله سیاره پراکسیما ب. این سیاره با این ارتعاشات بمباران شده است و وضعیت آن خیلی بدتر از روی زمین است. سیاره پراکسیما ب احتمالاً یک طرفی می‌چرخد و هیچ چرخشی به دور خودش ندارد. یعنی یک سمت همیشه روز است و یک سمت دیگر همیشه شب. درست مثل ماه. در آنجا نصف سیاره یک کویر سوزان و همیشه روشن است و نصف دیگر سرد و همیشه تاریک. در سال 2021 دانشمندان یک انفجار کوچک را در سطح ستاره مشاهده کردند. آن انفجار 100 برابر بزرگتر از بزرگترین انفجار خورشید بود. دانشمندان اعتقاد دارند این انفجارات ستاره‌ای اتمسفر سیاره را نابود کرده است و حتی می‌تواند آب دریاها را تبخیر کند و نابود کند. گرچه این سیاره در منطقه قابل سکونت هست، اما ظاهراً زیاد قابل سکونت نیست.
برای مقابله با آن مجبور است یک اتمسفر قطور و یک میدان مغناطیسی پرقدرت داشته باشد که بتواند جلوی ارتعاشات وحشتناک این ستاره را بگیرد. ارتعاشاتی که 500 مرتبه قوی تر از اینجا روی زمین است. این ویژگی ها میتواند هر اتمسفری را، هر مولکول آبی را، هر دی ان ای را نابود کند. اما یک چیز میگوید که پراکسیما ب یک دنیای زنده است، چون مدل های آب و هوایی زمین نشان میدهد که یک سیاره سنگی در این محدوده ها میتواند هنوز هم حیات داشته باشد. دانشمندان با استفاده از هوش مصنوعی و ابر کامپیوترها چندین مدل اتمسفری ساختند که نشان میدهد که آیا یک سیاره با ویژگی های خاص میتواند قابل سکونت باشد یا نه. زمانی که اطلاعات سیاره پراکسیما ب را وارد کردند، متوجه شدند که هنوز هم میتواند قابل سکونت باشد. گرچه یک طرفی میچرخد، ولی با یک اتمسفر مثل زمین و یک میدان مغناطیسی مناسب، صد این سیاره میتواند با یک دنیای غول‌پیکر آب غرق بشود. دریایی که تا سمت شب آن ادامه دارد. از فضا مثل یک تخم چشم دیده میشود که نگاهش به ستاره میزبان دوخته شده است. بزرگی این دریا به مقدار نمک های آن بستگی دارد، چون هرچه نمک بیشتر باشد نقطه انجماد آب پایین تر می آید. بنابراین آن دریا می تواند پهناور باشد، بسیار پهناور. بر طبق این شبیه سازی ها احتمال وجود دریا در پراکسیما ب زیاد است و اگر ترکیبات شیمیایی را به آن اضافه کنیم، حیات بدون هیچ شکی در آن ظهور می کند و احتمالا ظهور کرده است. در این دریا میکروب ها میتوانند جان بگیرند، چون هر جا که نمک با آب قاطی بشود ترکیبات شیمیایی هم شروع به کار میکنند. شبیه سازی ها نشان میدهند که ابرهای پراکسیما مثل یک چتر عمل میکند و جلوی ارتعاشات مرگبار ستاره را میگیرند و با چرخش هوا و آب میشود انتظار چرخش های آب هوایی را داشت و نهایتا گرمای مورد نیاز حیات. و شاید این هوای گرم به نقاط تاریک حرکت می کند، سفر می کند و آنجا را گرم می کند و هوای سرد آن طرف به جلو می آید و جلو را سرد می کند و سوزاندن آن جلوگیری می کند و به همین علت دانشمندان نگاه به این سیاره دوختند. گرچه این تحقیقات بسیار جالب است، اما هنوز برای نتیجه گیری بسیار زود است. هنوز 100% مشخص نیست که اتمسفر دارد و یا آب، اما اگر بطن سیاره نمناک باشد احتمال وجود همه اینها هست. یک خبر خوش، این سیاره در حال دور شدن از ستاره میزبان هست و میتواند آینده بسیار جالبی داشته باشد، شاید بهتر از زمین. اما هر چیزی که هست با زمین تفاوت دارد. حیات آن میتواند بر پایه دیگر چیزها باشد، یا بسیار پیچیده است و یا ساده است. اگر این سیاره قابل سکونت باشد، پس کهکشان ما پر شده از سیارات با حیات متفاوت است و شاید هم یک شکل کوتوله‌های سرخ پر جمعیت ترین هستند. 20 از 30 ستاره نزدیکی به ما کوتوله سرخ هستند. شاید حیات در اطراف این ستاره ها عادی باشد و شاید این زمین است که غیر معمولی و عجیب است. این سیاره تا حالا مستقیما عکس برداری نشده و اطلاعات موجود خیلی ابتدایی هستند، اما به زودی همه چیز تغییر خواهد کرد. تلسکوپ جیمز وب به زودی با آن نگاه می کند و حتی شاید سفینه های لیزری به سمت آن بفرستیم که احتمالاً در سال 2075 با آنجا می رسند. سفری که برای موشک های انسان بر هزاران سال طول می کشد. اما مهمترین این تلسکوپ است. تلسکوپ جاینت مجلن هنوز کامل نشده است، ولی اگر ساخته بشود به عنوان غول‌پیکر در این تلسکوپ شناخته می شود. رزولوشن آن 4 برابر تلسکوپ جیمز وب است و احتمالاً در سال 2029 کامل می شود. با این تلسکوپ می شود چهره واقعی سیاره پراکسیما ب را دید و حتی فیلمی از چرخش آن گرفت. تا چند سال بعد جواب بسیاری از سوالات به دست می آید و یکی از آنها، آیا سیاره پراکسیما ب حیاتی در خود دارد و یا یک سنگ خشک فضایی است که باید فراتر از آن را نگاه کرد؟